أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. ای پیامبر، تقوای الهی پیشه کن و از کافران و منافقان اطاعت مکن که خداوند عالم و حکیم است. و از آنچه از سوی پروردگارت به تو وحی می شود پیروی کن که خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است. و بر خدا توکل کن و همین بس که خداوند حافظ و مدافع انسان باشد. خداوند برای هیچ کس دو دل در درونش نیافریده و هرگز همسرانتان را که مورد زهار قرار می دهید مادران شما قرار نداده و نیز فرزند خوانده های شما را فرزند حقیقی شما قرار نداده است. این سخن شماست که به دهان خود می گویید، سخنی باطل و بی پایه، اما خداوند حق را می گوید و او به راه راست هدایت می کند. آنها را به نام پدرانشان بخوانید که این کار نزد خدا عادلانه تر است، و اگر پدرانشان را نمی شناسید آنها برادران دینی و موالی شما هستند، اما گناهی بر شما نیست در خطاهایی که از شما سر می زند و بی توجه آنها را به نام دیگران صدا می زنید، ولی آنچه را از روی عمد می گویید مورد حساب قرار خواهد داد و خداوند آمرزنده و رحیم است. پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و همسران او مادران آنها محسوب می شوند و خیشاوندان نسبت به یکدیگر از مؤمنان و مهاجران در آنچه خدا مقرر داشته اولا هستند، مگر اینکه بخواهید نسبت به دوستانتان نیکی کنید و سهمی از اموال خود را به آنها بدهید. این حکم در کتاب الهی نوشته شده است. به خاطر آور هنگامی را که از پیامبران پیمان گرفتیم و همچنین از تو و از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم، و ما از همه آنان پیمان محکمی گرفتیم که در ادای مسئولیت تبلیغ و رسالت کوتاهی نکنند، به این منظور که خدا راستگویان را از صدقشان در ایمان و عمل صالح سؤال کند و برای کافران عذابی دردناک آماده ساخته است. ای کسانی که ایمان آورده اید، نعمت خدا را بر خود به یاد آورید در آن هنگام که لشکرهایی عظیم به سراغ شما آمدند، ولی ما باد و طوفان سختی بر آنان فرستادیم و لشکریانی که آنها را نمی دیدید و به این وسیله آنها را در هم شکستیم، و خداوند همیشه به آنچه انجام می دهید بینا بوده است. به خاطر بیاورید زمانی را که آنها از طرف بالا و پایین شهر بر شما وارد شدند و مدینه را محاصره کردند، و زمانی را که چشمها از شدت وحشت خیره شده و جانها به لب رسیده بود و گمانهای گوناگون بدی به خدا می بردید. آنجا بود که مؤمنان آزمایش شدند و تکان سختی خوردند. و نیز به خاطر آورید زمانی را که منافقان و بیمار دلان می گفتند خدا و پیامبرش جز وعده های دروغین به ما نداده اند. و نیز به خاطر آورید زمانی را که گروهی از آنها گفتند ای اهل یثرب، اینجا جای توقف شما نیست، به خانه های خود بازگردید، و گروهی از آنان از پیامبر اجازه بازگشت می‌خواستند و می‌گفتند خانه‌های ما بی‌حفاظ است، در حالی که بی‌حفاظ نبود. آنها
فقط می‌خواستند از جنگ فرار کنند. آنها چنان بودند که اگر دشمنان از اطراف مدینه بر آنان وارد می‌شدند و پیشنهاد بازگشت به سوی شرک به آنان می‌کردند، می‌پذیرفتند و جز مدت کمی برای انتخاب این راه درنگ نمی‌کردند، حالی که آنان قبل از این با خدا عهد کرده بودند که پشت به دشمن نکنند و عهد الهی مورد سؤال قرار خواهد گرفت. بگو اگر از مرگ یا کشته شدن فرار کنید، سودی به حال شما نخواهد داشت و در آن هنگام جز بهره کمی از زندگانی نخواهید گرفت. بگو چه کسی می تواند شما را در برابر اراده خدا حفظ کند اگر او بدی یا رحمتی را برای شما اراده کند؟ و آنها جز خدا هیچ سرپرست و یاوری برای خود نخواهند یافت. خداوند کسانی که مردم را از جنگ باز می داشتند و کسانی را که به برادران خود می گفتند به سوی ما بیایید به خوبی می شناسد و آنها مردمی ضعیفند و جز اندکی پیکار نمی کنند. آنها در همه چیز نسبت به شما بخیلند و هنگامی که لحظات ترس و بحرانی پیش آید، می بینی آنچنان به تو نگاه می کنند و چشمهایشان در حدقه می چرخد که گویی می خواهند قالب تهی کنند. اما وقتی حالت خوف و ترس فرو نشست، زبانهای تند و خشن خود را با انبوهی از خشم و عصبانیت بر شما می گشایند و سهم خود را از غنایم مطالبه می کنند، در حالی که در مال حریص و بخیلند. آنها هرگز ایمان نیاورده اند. از این رو خداوند اعمالشان را حبط و نابود کرد و این کار بر خدا آسان است. آنها گمان می کنند هنوز لشکر احزاب نرفته اند و اگر برگردند از ترس آنان دوست می دارند در میان اعراب بادیه نشین پراکنده و پنهان شوند و از اخبار شما جویا گردند، و اگر در میان شما باشند جز اندکی پیکار نمی کنند. مسلماً برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکویی بود برای آنها که امید به رحمت خدا و روز رستاخیز دارند و خدا را بسیار یاد می کنند. اما مؤمنان وقتی لشکر احزاب را دیدند گفتند این همان است که خدا و رسولش به ما وعده داده و خدا و رسولش راست گفتند، و این موضوع جز بر ایمان و تسلیم آنان نیفزود. در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقان ایستاده اند. بعضی پیمان خود را به آخر بردند و در راه او شربت شهادت نوشیدند، و بعضی دیگر در انتظارند و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند. هدف این است که خداوند صادقان را به خاطر صدقشان پاداش دهد و منافقان را هرگاه اراده کند عذاب نماید، یا اگر توبه کنند توبه آنها را بپذیرد، چرا که خداوند آمرزنده و رحیم است و خدا کافران را با دلی پر از خشم بازگرداند بیان که نتیجه از کار خود گرفته باشند، و خداوند در این میدان مؤمنان را از جنگ بی نیاز ساخت و پیروزی را نصیبشان کرد، و خدا قوی و شکست ناپذیر است. و خداوند گروهی از اهل کتاب را که از آنان حمایت کردند از قلعه های محکمشان پایین کشید و در دلهایشان رعب افکند، و کارشان به جایی رسید که گروهی را به قتل می رساندید و گروهی را اسیر می کردید.
و زمینها و خانه ها و اموالشان را در اختیار شما گذاشت و همچنین زمینی را که هرگز در آن گام ننهاده بودید، و خداوند بر هر چیز تواناست. ای پیامبر، به همسرانت بگو اگر شما زندگی دنیا و زرق و برق آن را می خواهید، بیایید با هدیه ای شما را بهره‌مند سازم و شما را به طرز نیکویی رها سازم، و اگر شما خدا و پیامبرش و سرای آخرت را می خواهید، خداوند برای نیکوکاران شما پاداش عظیمی آماده ساخته است. ای همسران پیامبر، هر کدام از شما گناه آشکار و فاحشی مرتکب شود، عذاب او دوچندان خواهد بود، و این برای خدا آسان است. و هر کس از شما برای خدا و پیامبرش خضوع کند و عمل صالح انجام دهد، پاداش او را دوچندان خواهیم ساخت و روزی پرارزشی برای او آماده کرده ایم. ای همسران پیامبر، شما همچون یکی از زنان معمولی نیستید اگر تقوا پیشه کنید، پس به گونه ای هوس انگیز سخن نگویید که بیمار دلان در شما طمع کنند، و سخن شایسته بگویید و در خانه های خود بمانید و همچون دوران جاهلیت نخستین در میان مردم ظاهر نشوید، و نماز را برپا دارید و زکات را بپردازید و خدا و رسولش را اطاعت کنید. خداوند فقط می خواهد پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور کند و کاملا شما را پاک سازد. آنچه را در خانه های شما از آیات خداوند و حکمت و دانش خوانده می شود یاد کنید. خداوند لطیف و خبیر است. به یقین مردان مسلمان و زنان مسلمان، مردان با ایمان و زنان با ایمان، مردان مطیع فرمان خدا و زنان مطیع فرمان خدا، مردان راستگو و زنان راستگو، مردان صابر و شکیبا و زنان صابر و شکیبا، مردان با خشوع و زنان با خشوع، مردان انفاق کننده و زنان انفاق کننده، مردان روزدار و زنان روزدار، مردان پاک دامن و زنان پاک دامن، و مردانی که بسیار به یاد خدا هستند و زنانی که بسیار یاد خدا می کنند، خداوند برای همه آنان مغفرت و پاداش عظیمی فراهم ساخته است. هیچ مرد و زن با ایمانی حق ندارد هنگامی که خدا و پیامبرش امری را لازم بدانند، اختیاری در برابر فرمان خدا داشته باشد، و هر کس نافرمانی خدا و رسولش را کند به گمراهی آشکاری گرفتار شده است. به خاطر بیاور زمانی را که به آن کس که خداوند به او نعمت داده بود و تو نیز به او نعمت داده بودی، به فرزند خوانده ات زید می گفتی همسرت را نگاه دار و از خدا بپرهیز، و پیوسته این امر را تکرار می کردی و در دل چیزی را پنهان می داشتی که خداوند آن را آشکار می کند، و از مردم می ترسیدی در حالی که خداوند سزاوارتر است که از او بترسی. هنگامی که زید نیازش را از آن زن به سر آورد و از او جدا شد، ما او را به همسری تو درآوردیم تا مشکلی برای مؤمنان در ازدواج با همسران پسرخوانده هایشان هنگامی که طلاق گیرند نباشد، و فرمان خدا انجام شدنی است، و سنت غلط تحریم این زنان باید شکسته شود. هیچ گونه منعی بر پیامبر در آنچه خدا بر او واجب کرده نیست. این سنت الهی در مورد کسانی که پیش از این بوده اند نیز جاری بوده، و فرمان خدا
روی حساب و برنامه دقیقی است. پیامبران پیشین کسانی بودند که تبلیغ رسالت‌های الهی می‌کردند و تنها از او می‌ترسیدند و از هیچ کس جز خدا بیم نداشتند و همین بس که خداوند حسابگر و پاداش دهنده اعمال آنهاست. محمد پدر هیچ یک از مردان شما نبوده و نیست، ولی رسول خدا و ختم کننده و آخرین پیامبران است و خداوند به همه چیز آگاه است. کسانی که ایمان آورده اید، خدا را بسیار یاد کنید و صبح و شام او را تسبیح گویید. او کسی است که بر شما درود و رحمت می فرستد و فرشتگان او نیز برای شما تقاضای رحمت می کنند تا شما را از ظلمات جهل و شرک گناه به سوی نور ایمان و علم و تقوا رهنمون گردد. او نسبت به مؤمنان هموار مهربان بوده است. تحیت آنان در روزی که او را دیدار می کنند سلام است و برای آنها پاداش پر ارزشی فراهم ساخته است. ای پیامبر، ما تو را گواه فرستادیم و بشارت دهنده و انذار کننده و تو را دعوت کننده به سوی خدا به فرمان او قرار دادیم و چراغی روشنی بخش، و مؤمنان را بشارت ده که برای آنان از سوی خدا فضل بزرگی است، و از کافران و منافقان اطاعت مکن و به آزارهای آنها اعتنا منما، بر خدا توکل کن و همین بس که خدا حامی و مدافع تو است. ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که با زنان با ایمان ازدواج کردید و آنان را قبل از هم بستر شدن طلاق دادید، عده‌ای برای شما بر آنها نیست که بخواهید حساب آن را نگاه دارید. آنها را با هدیه مناسبی بهره‌مند سازید و به طرز شایسته‌ای رهایشان کنید. ای پیامبر، ما همسران تو را که مهرشان را پرداخته‌ای برای تو حلال کردیم و همچنین کنیزانی که از طریق غنایمی که خدا به تو بخشیده است مالک شده ای و دختران عموی تو و دختران عمه ها و دختران دایی تو و دختران خاله ها که با تو مهاجرت کردند و نیز زن با ایمانی که خود را به پیامبر ببخشد و مهری برای خود نخواهد، چنانچه پیامبر بخواهد او را به همسری برگزیند. اما چون این ازدواجی تنها برای تو مجاز است، نه دیگر مؤمنان. ما می دانیم برای آنان در مورد همسرانشان و کنیزانشان چه حکمی مقرر داشته ایم. این به خاطر آن است که مشکلی در ادای رسالت بر تو نباشد و از این راه حامیان فزون تری فراهم سازی، و خداوند آمرزنده و مهربان است. موعد هر یک از همسرانت را بخواهی می توانی به تأخیر اندازی و هر کدام را بخواهی نزد خود جای دهی، و هرگاه بعضی از آنان را که بر کنار ساخته ای بخواهی نزد خود جای دهی، گناهی بر تو نیست. این حکم الهی برای روشنی چشم آنان و اینکه غمگین نباشند و به آنچه به آنان می دهی همگی راضی شوند نزدیکتر است، و خدا آنچه را در قلوب شماست می داند و خداوند دانا و بردبار است. بعد از این دیگر زنی بر تو حلال نیست و نمی توانی همسرانت را به همسران دیگری مبدل کنی، هرچند جمال آنها مورد توجه تو واقع شود، مگر آنچه که به صورت کنیز در ملک تو درآید، و خداوند ناظر و مراقب هر چیز است. ای کسانی که ایمان آورده اید، در خانه های پیامبر داخل نشوید مگر به شما برای صرف غذا اجازه داده شود، در حالی که
قبل از موعد نیایید و در انتظار وقت قضا ننشینید، اما هنگامی که دعوت شدید داخل شوید و وقتی قضا خوردید پراکنده شوید و بعد از صرف قضا به بحث و صحبت ننشینید. این عمل پیامبر را ناراحت می نماید ولی از شما شرم می کند و چیزی نمی گوید. اما خداوند از بیان حق شرم ندارد و هنگامی که چیزی از وسایل زندگی را به عنوان عاریت از آنان همسران پیامبر می خواهید از پشت پرده بخواهید. این کار برای پاکی دلهای شما و آنها بهتر است و شما حق ندارید رسول خدا را آزار دهید و نه هرگز همسران او را بعد از او به همسری خود درآورید که این کار نزد خدا بزرگ است. اگر چیزی را آشکار کنید یا آن را پنهان دارید، خداوند از همه چیز آگاه است. بر آنان همسران پیامبر گناهی نیست در مورد پدران و فرزندان و برادران و فرزندان برادران و فرزندان خواهران خود و زنان مسلمان و بردگان خیش که بدون حجاب و پرده با آنها تماس بگیرند و تقوای الهی را پیشه کنید که خداوند نسبت به هر چیزی شاهد و آگاه است. خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می فرستند. ای کسانی که ایمان آورده اید، بر او درود فرستید و سلام گویید و کاملا تسلیم فرمان او باشید. آنها که خدا و پیامبرش را آزار می دهند، خداوند آنان را از رحمت خود در دنیا و آخرت دور ساخته و برای آنها عذاب خار کننده ای آماده کرده است. و آنان که مردان و زنان با ایمان را به خاطر کاری که انجام نداده اند آزار می دهند، بار بهتان و گناه آشکاری را به دوش کشیده اند. ای پیامبر، به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو جلبابها روسری‌های بلند خود را برخیش فرو افکنند. این کار برای این که شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند بهتر است. خداوند همواره آمرزنده رحیم است. اگر منافقان و بیمار دلان و آنها که اخبار دروغ و شایعات بی اساس در مدینه پخش می کنند دست از کار خود بر ندارند، تو را بر ضد آنان می شورانیم. سپس جز مدت کوتاهی نمی توانند در کنار تو در این شهر بمانند و از همه جا طرد می شوند و هر جا یافته شوند گرفته خواهند شد و به سختی به قتل خواهند رسید. این سنت خداوند در اقوام پیشین است و برای سنت الهی هیچ گونه تغییر نخواهی یافت. مردم از تو درباره قیامت سؤال می کنند. بگو علم آن تنها نزد خداست و چه می دانی شاید قیامت نزدیک باشد. خداوند کافران را لعن کرده و از رحمت خود دور داشته و برای آنان آتش سوزاننده ای آماده نموده است، در حالی که همواره در آن تا ابد میمانند و ولی و یاوری نخواهند یافت. در آن روز که صورتهای آنان در آتش دگرگون خواهد شد، از کار خیش پشیمان میشوند و میگویند ای کاش خدا و پیامبر را اطاعت کرده بودیم. و میگویند پروردگارا، ما از سران و بزرگان خود اطاعت کردیم و ما را گمراه ساختند. پروردگارا، آنان را از عذاب دوچندان ده و آنها را لعن بزرگی فرما. ای کسانی که ایمان آورده اید، همانند کسانی نباشید که موسی را آزار دادند و خداوند او را از آنچه در حق او می گفتند مبرا ساخت و او نزد خداوند
آبرومند و گرانقدر بود. کسانی که ایمان آورده اید، تقوای الهی پیشه کنید و سخن حق بگویید تا خدا کارهای شما را اصلاح کند و گناهانتان را بیامرزد، و هر کس اطاعت خدا و رسولش کند به رستگاری و پیروزی عظیمی دست یافته است. ما امانت، تعهد، تکلیف و ولایت الهی را بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه داشتیم. آنها از حمل آن سر برتافتند و از آن هراسیدند، اما انسان آن را بر دوش کشید. او بسیار ظالم و جاهل بود، چون قدر این مقام عظیم را نشناخت و به خود ستم کرد. هدف این بود که خداوند مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک را از مؤمنان جدا سازد و آنان را عذاب کند، و خدا رحمت خود را بر مردان و زنان با ایمان بفرستد. خداوند همواره آمرزنده و رحیم است.